با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز برنامه رهای زن مینو همتی هستم و شما هم زایر برنامه رهای زن هستید. سال هاست که با چهره های مبارز از طریق این برنامه آشنا میشید. خرسندم از اینکه برای چندمین بار به گفتگو با انسانی مبارز، نویسنده زندانی سیاسی سابق، به گفتگو بنشینم. نسرین پرواز عزیز، به برنامه رهای زن خوش آمدید. خواهش میکنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون. نسرین پرواز، میدونم که شما هم دائم السفر هستید و در کشورهای گوناگون مشغول سمینار و کنفرانس و آگاهگری در مورد وضعیت اسفبار زنان، جوانان، کارگران در سرزمین اسلام زده ایران هستید. شنیدم شما اخیراً به ایتالیا دعوت شده بودید برای یک سلسله سخنرانی ها. لطف کنید برای بینندگان ما بگید که علت و مناسبت این دعوت از کجا بود، چگونه بود؟ این دعوت از طرف سینما زیرو بود که قرار بود فیلم روزهای سبز هنو مخمل بافو نشون بدن، منتها خب برنامه های دیگه هم بود، یک کنفرانس مطبوعاتی بود که از طرف تلویزیون، روزنامه ها، رادیو ها آمده بودن و سوال ها بیشتر در رابطه با جنبش سبز سال 57، جنبش زنان و بحث‌های زیادی شد. حدود 2 ساعتی طول کشید. بعد شبش سینما فیلمو نشون دادن و پنل بحث بود. بعد یک برنامه تلویزیونی داشتیم که سوالات بیشتر در رابطه با تجربه زندگی خودم دورانی که زندان بودم بود. بعد یک برنامه تو مدرسه داشتیم برای دانش آموزای سال آخر، یعنی 18 ساله، که از جهاتی جالب بود چون بحثا کاملا متفاوت بود. بحث سبز و اینا نبود. بیشتر راستش وقتی این بچه ها اومدن تو، ما نشسته بودیم منتظر، وقتی اومدن تو که حدود 250-300 نفری بودن، یک باره منو بردن توی فضای زندان چون همشون جوان، دختر پسر جوان. ولی بعد من یاد این بچه های همین سن و سال انداخت که توی زندان باشون هم بندی بودم و همینو بهشون گفتم، چون واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. بهشون گفتم شما منو بردین توی دوره‌ای که زندان بودم و با جوانایی که از نظر سنی از شما جوان تر بودن هم بندی بودم، منو به یاد اونا انداختین. در مورد با اونا در رابطه با شرایط ایران، اینکه جوونا هم سنای اونا حق هیچ گونه حقوقی ندارن و آزادی که اونا دارن ازش لذت میبرن، اونا جوانای تو ایران ازش محرومن، به خصوص دخترها چه شرایطی باید در واقع تحمل کنن تو ایرانو براشون توضیح دادم. و بعد جالب بود، میپرسیدن ما چیکار میتونیم بکنیم، که پاسخ من بهشون این بود که پدر و مادر بزرگای شما با مبارزاتشون باعث شدن که حالا وضع بهتری، شماها وضع بهتری داشته باشین نسبت به اونا، و این آزادی که الان دارین براش مبارزه شده، نسل‌های قبلی شما براش مبارزه کردن، شما هم میتونین برای آزادی انسان‌ها تو کشورهای دیگه مبارزه کنین، برای آزادی جوانای همسنای خودتون توی ایران مبارزه کنین. ازشون خواستم که برای لغو حکم اعدام، یعنی حق زندگی پایه‌ای‌ترین حق انسانه و تو کشورهای مثل ایران انسان‌ها ازش محرومن، به راحتی میتونن دستگیر و اعدام بشن، بهشون گفتم برای این حق در واقع مبارزه کنن. میتونن مثلا ورستن چطوری، من گفتم خب میتونین سعیش فکر کنین، شاید خودتون راه حلای
روش های اعتراضی پیدا کنین، ولی حداقلش اینه که میتونین روی دولتتون فشار بیارین، روی سازمان های بین المللی فشار بیارین و ازشون بخواین که با کشورهایی که هنوز توش در واقع دولت هاشون اعدام میکنن، با این دولت ها رو تحریم کنن و به این شکل در واقع با اعدام مبارزه بکنن. خلاصه خیلی طولانی بود، 2 ساعتی ما اونجا بحث داشتیم و جالبیش این بود که اینا تمام ضبط کردن، فیلم برداری یعنی کردن، چون میخواستن گفتن میخوان توی همه مدارس ناحیه نشون بدن. در سینما نسرین پرواز بحثای شما چگونه بود؟ چی بود بحثتون در رابطه با سینما؟ خب ببینید، فیلم توی سینما، چون فیلم خانم مخمل باف تماما بر تبلیغ برای جنبش سبز و موسوی در واقع هست، این خانم در واقع فیلم از قبل از انتخابات شروع میشه، نشون میده که چطور بخشهایی از زنان و کلن بخشی از جامعه، بخشی مرفه جامعه، حول کاندیدای موسوی جمع شدن و این پرچم سبز و پرچم موسوی رو بلند کردن و خواهان این بودن که مردم به موسوی رأی بدن. حول این بود و حول این که در واقع باید به موسوی رأی می دادن و به موسوی رأی دادن و خلاصه تقلب شد و موسوی رأی نیاورد و بعد اونجا تو فیلم نشون میده که مردم شعار میدن اگه تقلب بشه قوغا میشه ایران، یعنی شلوغ میکنیم و از این حرفا. و بعدش نشون میده که خب مردم اومدن بیرون و تعدادی که مثلا کشته شدن ندا و دستگیری جوانا و خشونت بیش از حد نیروهای بسیج و سپاه و کلن دولت رو نشون میده، ولی کلن پیام فیلم اینه که تبلیغ برای موسوی و جناح موسویه، یعنی مثلا نشون میده که خاتمی میره برای تو دانشگاه برای موسوی تبلیغ کنه تو دوره انتخاباتش. خب توی اون فضا برای من این بود که اون در واقع این فیلم توی با این ذهنیت داره نمایش داده میشه توی جامعه غربی، که دولت‌های غربی دارن از این جناح بورژوازی در ایران، این جناح رژیم، جناح موسوی، رفسنجانی، کروبی دارن دفاع میکنن، به طرفداراشون جایزه میدن، کسایی مثل گنجی که خودشون تو رو انداختن سپاه پاسداران و آدمایی مثل اون که در واقع تو سرکوب جنبش های آزادی خواه مردم شرکت داشتن دارن جایزه میدن و دفاع میکنن از این بخش از این در واقع این جناح رژیم، این جناح بورژوازی، به خاطر اینکه بالاخره به خودشون، به این دولت‌های غربی نزدیکترن. و تو این پروژه است که حالا سینما زیرو هم اومد فیلم تبلیغ برای جناح موسوی رو نشون داد. تو این فضا بود که خب من میبایست در واقع ماهیت جنبش سبز رو توضیح بدم و که کاملا جدید بود، یعنی فکر میکنم شاید برای خود ایرانی خیلی کم بود، سینما پر بود، 500 نفر ظرفیت داشت، پر بود و در و بستن، تعداد پشت در یعنی نتونستن بیان تو و همه ایتالیایی بودن، فقط میتونم بگم 10 شاید 15 نفر ایرانی بودن. کلن برها بحثای من در مورد این بود که این رهبرای جنبش سبز خودشون یه سری جنایتکارا هستن و جنبش سبز جنبش بخشی از بورژوازیه که پرو غربه، خلاف مثلا بخش احمدی نژاد اینا، خامنه اینا که پرو شرقن، پرو شوروی هن.
و اینکه ماهیتا یک جمله در واقع ماهیتا ارتجایی آزادی نمیاره. خواهان خود موسوی بارها گفته خواهان حکومت اسلامی مدل خمینیه که خب هیچ فرقی نداره با مدل خامنه‌ای. و سر این حرف زدم که خب مثلا از این جناح خاتمی 8 سال تو حکومت بود و در واقع ترورای قتلای زنجیره‌ای رو خب اون دوره‌ای بود که نمیتونستن مثلا مثل سال دهه 60 بگیرن ببرن هی اعدام کنن، یه جور دیگه‌ای سرکوب و جا انداختن توی در واقع سرکوب کردن جامعه رو با قطعه زنجیره‌ای. آدمایی مثل پوینده و مختاری، آدمایی که روشن فکر بودن، آدمایی که چپ بودن تو جامعه و اگه زنده میموندن تو شرایط شلوغی میتونستن رهبر بشن، اینا رو همه رو از بین بردن.